سلام به کلاس درس خوش اومدید خب قبل از اینکه ادامه بدیم بحثمون رو در مورد خواص ضرب داخلی ماتریس ها میخوایم یک قضیه رو با هم اثبات بکنیم که این قضیه برای اثبات بعضی از خواص ضرب داخلی بعدا به کارمون خواهد اومد اسم قضیه قضیه کوسینوس ها هستش که ممکنه اسمش رو قبلا شنیده باشید صورت این قضیه خیلی ساده هستش میگه که فرض بکنید ما یک مثلث داریم من اینجا مثلا این مثلث رو براتون میکشم مثلا فرض بکنید که این مثلث ما هستش مثلا مثلثمون هم بذاریم مثلث ABC و زل روبروی هر رأس هم با حرف کوچیک یعنی این زل میشه زل آ زل روبروی رأس ب رو میذاریم ب و زل روبروی رأس سی رو اسمش رو میذاریم سی پس این فرض کنیم که یک مثلث آبس هستش و علاوه بر اون این زاویه رأس آ رو اسمش رو میذاریم تتا قضیه کوسینوس ها میگه که توی هر مثلث دلخواهی ما داریم آدو مساوی هستش با ب دو یعنی اندازه زل آ به توان دو برابر هستش با زل ب به توان دو به علاوه اندازه سی به توان دو منهای دو تا بی در سی در کسینوس زاویه تتا این دیگه به صورت کلی توی هر مثلثی این رابطه برقرار هستش که خب مثلا با دیدن صورت این قضیه یه سری کاربردهاش تو ذهن آدم میاد مثلا آدم میبینه که توی یه مثلثی اگر من دو تا از زل ها و زاویه بینشون رو داشته باشم میتونم از این رابطه استفاده بکنم و طول زل سوم رو به دست بیارم خب برای اثبات این قضیه ما دو حالت رو باید در نظر بگیریم حالت اول حالتی هستش که زاویه تتا بزرگتر یا مساوی صف خب مساوی صف که نمیتونه باشه بزرگتر از صف باشه و کوچکتر مساوی 90 درجه یا پی دوم رادیان باشه و حالت دوم حالتی هستش که زاویه تتامون بزرگتر از 90 درجه یا پی دوم دو رادیان باشه و طبیعتا کوچکتر از 180 درجه یا پی رادیان خواهد بود چون مثلث نمیتونه زاویه بزرگتر از 180 درجه داشته باشه خب حالت اول اینو اسمش رو پس بذاریم حالت یک اینو بذاریم حالت دو که ما باید برای هر دو حالت قضیه همون رو اثبات بکنیم حالت اول میشه همین حالتی که من شکلش رو اینجا کشیدم چون میبینید که این زاویه تتا اینجا یک زاویه حاده هستش خب برای اثبات قضیه همون توی این حالت ما میایم یکی از ارتفاع های مسلسمون رو رسم میکنیم ارتفاعی که از رس بی رد میشه یعنی این ارتفاع رو که عمود هست اینجا بی اچ رو رسم میکنیم و بعد اون وقت دقت میکنیم که ما دو تا مسلس قام و زاویه تشکیل دادیم با این کار یکیش مسلس بی آ و دومی مسلس بی اچ حالا بیاید توی هر کدوم از این مسلس های قام و که داریم پس این شکل مال حالت یک هست یادمون نره و فعلا داریم حالت یک رو اثبات میکنیم تو هر یک از مثلث های قائم و بیایم قضیه فیثاغورس رو بنویسیم مثلا برای مثلث BHC قضیه فیثاغورس میشه چی آ که وترش هستش آدو 2 مساوی میشود با مجموع مربع دو تا ضلع دیگه یعنی BH به توان دو به علاوه HC ای به توان دو خب و این همین توی مسلس BHA آ داریم چی داریم وتر به توان دو یعنی c دو مساوی هستش با بی اچ به توان دو به علاوه چی اچ آ به توان دو پس این دوتا قضیه غرس بود که ما استفاده کردیم ازش قضیه فیساغورس ببخشید من فیساغورس رو هم اشتها نوشتم براتون با سین هستش من با سه سنخ... با سه اشتباهی نوشتم من دیکتم همیشه بد بوده ببخشید خب حالا دقت بکنید که ما توی این رابطه اول که نوشتیم آدو مساوی هستش با بی اچ به توان دو به علاوه اچ سی به توان دو ما میتونیم اچ سی رو به بنویسیم زل B منهای های H A درسته چون H C به علاوه H برابر با طول زل B میشه پس میشه B منهای های H اگر این جایگذاری انجام بدیم خواهیم داشت چی؟ خواهیم داشت A دو مساوی هستش با B H به توان دو به علاوه به جای H C میذاریم B منهای H A به توان دو اگر این توان دو رو بستش بدیم چی به دست میاریم؟ به دست میاریم B H دو به علاوه H A دو به علاوه B دو منهای دو تا B در H A درسته این بسته توان دوه خب حالا دقت بکنید که بی اچ دو علاوه اچ آ دو برابر با چی هستش طبق این چیزی که اینجا داریم برابر با C دو هستش طبق قضیه فیس است از طرفی توی مثلث قائم زاویه بی اچ آ اگر دقت بکنیم این زاویه تتا رو که داریم کسینوس زاویه تتا اینجا بیاید با قرمز برای خودمون بنویسیم کسینوس تتا مساوی هستش با چی طبق تعریف اچ بر روی سی اچ یعنی این زل بر روی وتر مثلث قائم الزاویه اچ بر روی سی این تعریف کسینوس زاویه هستش پس ما به جای اچ میتونیم بنویسیم چی سی در کسینوس تتا یعنی اچ مساوی هستش با سی کسینوس تتا اگر این جایگذاری رو انجام بدیم چی به دست میاریم به دست میاریم که نتیجه میگیریم که a2 مساوی می شود با b2 علاوه c2 من فقط جای c2 b2 اینجا دو جمع عوض کردم که مثل این رابطه بالا بشه b2 برابر c2 منهای 2 b c در کسینوس تتا درسته پس این همین رابطه هستش که قضیه کوسینوس ها به ما گفته بود پس ما برای حالت اول اثبات کردیم قضیه رو. حالا برای حالت دوم که زاویه تتا مون یک زاویه منفرجه هستش بزرگتر از 90 درجه هستش هم باید اثبات بکنیم خب دوباره بیام یه شکل برای خودمون بکشیم تو این حالت چه شکلی میشه مثلثمون یک همچین شکلی مثلا میشه آم فرض بکنید که این مثلا مثلثمون هستش که این بار اینجا رأس A هستش اینجا رأس B و این هم رأس C هستش خب حالا این بار این زاویه همون که تتا هستش دیگه بزرگتر از 90 درجه هستش و مجددا زل های A و B و C رو اینجا داریم خب این حالت قبل اگر بخوایم انجام بدیم و این ارتفاع رو بکشیم ارتفاع بیرون زل B این بار قطع میکنه یعنی باید این امتداد رو رسم بکنیم و بعد ارتفاع BH رو رس بکنیم که یک همچین شکلی مثلا خواهد شد این بی اچ خواهد بود و باز هم دو تا مثلث قام و زاویه داریم این بار یکی بی اچ آ هستش و اون یکی بی اچ سی هستش اگر که قضیه فیساغورس رو پس این شکل اول بدونیم که برای حالت دو هستش و الان میخوایم حالت دو رو با هم اثبات بکنیم خب حالا توی مثلث بی اچ آ اگر که قضیه فیساغورس رو بنویسیم چی خواهیم داشت؟ خواهیم داشت و تر به توان یعنی دو یعنی C2 مساوی هستش با بی اچ به توان دو به علاوه اچ آ به توان دو درسته و اگر توی مثلث بی اچ سی بنویسیم قضیه فیساغورس رو چی داریم و ترش این بار آ هستش آ دو مساوی می شود با بی اچ به توان دو به علاوه اچ سی به توان دو خب حالا این بار اگر اینو بخوایم یه خورده باهاش بازی بکنیم این عبارت دوممون رو باید دقت بکنیم که توی این حالت HC برابر هستش با اچ آ به علاوه طول زل بی یعنی اچ آی به علاوه بی می شود سی. پس اینجا اگر این جایگذاری انجام بدیم آ دو مساوی می شود با بی اچ به دو به علاوه اچ ای به علاوه B به توان دو که این رو اگر بس بدیم می شود BH به توان دو به علاوه HA به توان دو به علاوه B2 به علاوه 2 تا B در HA درسته؟ خب حالا دقت بکنید که این BH به توان دو به علاوه HA به توان دو طبق این رابطه که اینجا داریم هستش C2 پس این سی دو هستش از طرفی توی این مثلث دقت بکنید که این زاویه وقتی تتا هستش این زاویه مکملش اینجا برابر با چی هستش 180 منهای تتا یا پی منهای تتا هستش درسته حالا توی مثلث BHA آ ما داریم کوسینوس این زاویه یعنی کوسینوس پی منهای تتا طبق تعریف برابر هستش با زل اچ بر روی وتر یعنی اچ بر روی وترش که سی هستش طول. طولش درسته از طرفی میدونیم که کوسینوس پی های تتا برابر هستش با منفی کوسینوس تتا درسته کسینوس 180 منهای زاویه میشه منفی کسینوس خود اون زاویه این یک اتحاد مسلسطی هستش بنابراین این اچ که ما اینجا داریم میشود برابر با منفی سی ضرب در کسینوس زاویه تتا درسته طبق این چیزی که این بالا نوشتیم حالا اگر این جایگذاری ها رو انجام بدیم نتیجه میگیریم که در این حالت هم آدو برابر میشود با یه جمله بی دو داریم اینجا به علاوه یه من های چی دو تا بی در سی در کسینوس تتا پس برای حالت تتا بزرگتر از 90 درجه و کمتر از 180 درجه هم ما قضیه کسینوس هامون رو اثبات کردیم پس برای کلیه مقادیر زاویه تتا این قضیه برقرار هستش یک حالت خیلی جالبی که این قضیه داره حالتی هستش که تتا مساوی با پی رادیان یا 180 درجه هستش اوز میخوام 90 نو... پی دوم رادیان یا 90 درجه هستش تتامون اگر این تتا مساوی با پی دوم باشه اون وقت کوسینوس تتا تو این حالت کوسینوس تتا مساوی با صفر میشه درسته پس توی این رابطه ی آدو مساوی بیدو به علاوه سیدو منهای دو تا بی سی کوسیونس تتا این جمله کوسیونس تا صفر خواهد بود پس به دست میاریم توی حالت تتا مساوی 90 درجه چی آدو مساوی هستش با بیدو به علاوه دو که این همون قضیه فیسا قرس هستش با سین که نباید اشتباه بکنیم خب پس توی حال... یعنی در حقیقت قضیه قزینه... قضیه ها های جورایی حالت تعمیم یافته قضیه فیثاغورس هستش که برای مثلث های غیر قائم زاویه هم کار میکنه و برای مثلث قائم زاویه دقیقا تبدیل میشه به قضیه فیثاغورس خب این هم از بحث قضیه کسینوس ها توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ